دبیر کل خانه پرستار ایران از خانه نشینی هزار پرستار در کشور خبر داد و هشدار داد که این وضعیت در شرایطی رخ داده که کمبود نیروی انسانی در نظام درمان به شدت حس می شود به تاکید کرد که عدم اصلاح زیر ساختها و درآمد پایین از جمله عوامل اصلی مهاجرت و ترک شغل پرستاران است همکارم در گزارش خود این موضوع را بررسی نموده که با هم می بینیم. دبیر کل خانه پرستار ایران از خانه نشینی هزار پرستار در کشور خبر داد و هشدار داد که این وضعیت در حالی رخ داده که کم بوده نیروی انسانی در شبکه درمان به شدت احساس می شود وی تاکید کرد که تا زمانی که زیر سخت ها به درستی اصلاح نشود جذب پرستاران جدید به منزله ریختن آب در آبکش خواهد بود وی همچنین به موج گسترده مهاجرت و ترک شغل پرستاران اشاره کرد و افزود که درآمد پایین عامل اصلی این خروج است مسئولان وزارت بهداشت ایران نیز از دارند که نیروهای جدید به سرعت شغل خود را ترک می کنند. مدیریت ضعیف در حوزه بهداشت و درمان و عدم تخصیص صحیح بودجه نیز از دیگر چالش هست. به گفته مقامات سنفی استاندارت های نیروی انسانی در این بخش بسیار پایین است و پرستاران به اضافه کاری اجباری وادار می شوند بدون اینکه پرداختی های آنها با سختی کار همخانی داشته باشد اعتراضات پرستاران در تابستان سال جاری منجر به اعتصاب سراسری در 16 استان ایران شد این اعتراضات به برخورد امنیتی و بازداشت برخی از پرستاران معترض انجامید که با واکنش های بین المللی همراه بود شورای عالی نظام پرستاری ایران به شدت نسبت به وضعیت معترضان ابراز نگرانی کرده و خواستار رسیدگی فوری به مطالبات پرستاران شده است این شورا تاکید دارد که مشکلات معیشتی و کاری پرستاران باید به عنوان یک مسئله جدی مورد توجه قرار گیرد و از مسئولان مربوط خواسته که در جهت بهبود شرایط کاری و حقوقی این قشر زحمتکش اقدام کنند.